یو سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. آقا من بیرون بودم، فهمیدم که ایکس باکس وبسایتش خبر زد که بازی‌های جدید گیم پس رو معرفی کرد که قرار اضافه بشن و دنی بهم خبر داد. سری پریدم اومدم خونه و دارم ویدیوشو الان رکورد میکنم. نه بازی‌ها رو دیدم، نه تریلرهاشون دیدم، هیچ بررسی نکردم. با هم می‌خوایم بریم بررسی کنیم، گیم پلی‌هاشون رو ببینیم، تریلرهاشون رو ببینیم، تیزرهاشون رو ببینیم و با هم ببینیم که خوبه یا بد، و در آخر از 10 بهش نمره بدیم که نمره چند رو میگیره از نظر ما. سری قبلی که معرفی کرد به نظر من فوق‌العاده ضعیف بود. بک فور بلاد که از قبل مشخص بود، یه ویسیج بود که جدید بود. حالا این سری بریم ببینیم ایکس باکس چیکار کرد. قبل از اینکه بریم سراغ بازی، از من خیلی حمایت بزرگی میکنی که اگر همین الان دکمه ساب رو بزنی، زنگوله بغلش رو روشن کنی، یه لایک و کامنت هم پایین برام بندازی و بریم سراغ بازی ها. خب این کل بازی هایی که معرفی شده امروز، که خب یه سریش برای کلاود کنسول و حالا یه سریش هم مختص پی سیه که تعدادشون یه خورده بالاتره، یه سریشون مختص کنسول مثل این. بریم با هم دونه دونه ببینیم چه خبره. اولین بازی که معرفی شده Into the Pit Day 1 هم هست و بریم ببینیم با هم دیگه تریلرش چه شکلیه و اصلا داستان چیه. برو بریم گیم پاس. اوکی موزیک او مای گاد، چه موزیک خفنی داره لعنتی. بازی از اون بازیایی که خیلی فایت های سریع داره، اکشن های خیلی سریع داره و خب فازش هم مشخصه دیگه، جادو و تلسم و این داستان هست. خیلی سلیقه من نیست اما بازی باحالی به نظر میرسه. ممکنه گیم پلیشو بذارم، نمیدونم، هنوز خیلی قانعم نکرده. او گالم مثل که باسشه و اینم به چخ رفت. Into the Pit. اوکی گیم پاس ایکس باکس 1 ویندوز 10 پلی دیوان هم که بود، بازی باحالی بود، بد نبود به نظرم و دیوان هم هست دیگه، یعنی روز عرضه میاد رو گیم پاس. به نظرتون گیم پلیشو بذارم یا نه؟ خودم هنوز دو به شکم. بریم سراغ بازی بعدی. بازی بعدی که معرفی شده اوترایدرز که خب برای پی سی این، یعنی معرفی شد که گفتن آقا اومد رو پی سی، یعنی نبود رو پی سی، فقط رو کنسول بود، که رو پی سی هم اومد. بازی فوق العاده ای اما خب متاسفانه فکر کنم فیلتر و دردسرا و داستانای خودشو داره. میگذریم ازش. بازی بعدی بازی دراگون بال فایترز که 21 اکتبر قرار اضافه بشه. اگر بخوام تاریخ دقیق امروز رو بهتون بگم 19 همه، تقریبا دو روز دیگه قرار اضافه بشه. بهترین بازی مبارزه سال 2018 هم بوده، یعنی انتخاب شده و بالاخره اومد رو گیم پس. بریم ببینیم چه خبره این بازی. خب این تریلرش از یوتیوب پلی‌استیشن اروپا آنلنج 4 هم ساخته شده. دقیقه همش حالا نمیبینیم که خیلی ویدیو طولانی نشه، بریم سراغ بازی بده. اینم بد نبود واقعا، اضافه کردن این بازی به نظرم یه حرکت مثبت بود و جزء بازی خوب حساب. بازی بعدی بازی اکو جنریشن، اگر اسمش اشتباه نخونم، دیوان، اینم روی گیم پاس، اینم 21 میاد و یه بازی که نسبتا خوبه اما چیزی که شنیدم ازش و ناشرش هم خیلی گمنامه. بریم با هم بریم تریلرش ببینیم مثلا چه خبره. خب اوکی پلتفرمر بازی؟ نه. ایول بازی پیکسلیه. پیکسلی اما خیلی جزئیاتش بالاست. زیاده داره. واو. قطعا با اون پسر نمیتونه. آها بازی های چیزه ترنیه، نوبتیه و اینکه ما کارت انتخاب میکنیم، فایت هایش نوبتیه کاملا. یه بازی معمولی میشه بهش گفت، آره، ولی خب فایت هایش ترنیه، ولی مثلا اینکه حالا مدل های دیگه حرکت داره. باحاله، خیلی آرتش باحاله. اوکی اپتیمایز شده هم هست. اینو باید تست کرد، خیلی نظر خاصی در موردش ندارم ولی بد نبود خدایی. یعنی با اینکه مثلا گرافیک اولا کمش نیست، اینجور گرافیک ها هم طرفدار خودشو دارم، به نظر من خیلی بازی پیکسلی قویی هم داریم، اما بدم نبود. باز با اون حال، با اینکه خیلی چیز خاصی معلوم نبود، بازی ترنی اکشناش، ولی خب میشه تست کرد واقعا.
بازی بعدی بازی ایور اسپیس 2 که فقط هم روی پی سی میاد و یه بازی ریسینگ فضاییه و حالا برای پی سی اضافهش کرده که خب ما کار نداریم چون پی سی نمیریم سراغ تریلرش. ایج آف امپایرز یه نسخش اضافه شده باز به پی سی که خب دیوان اضافه شده، ای کاش به کنسول هم اضافه میشد، عجیبه که نشده. 4K هم ساپورت میکنه. واو. میریم سراغ بازی بعدی الان ویکس امریکن نایتمر، کنسولم پی سی. بریم سراغش ببینیم چه خبره. خب بریم سراغ این تریلر و لانچ تریلر الان ویکس امریکن نایتمر که میگن دنی خوشش نیومد. دنی گفت که من راضی نیستم. حالا ببینیم چطوری است. یک دو دقیقه است. یهو یه ها بس تو باس های باره نمیدونم یه جوریه من هم اسم کنم. نمیدونم شما هم این اسم دارید، یه طوری نیست بازی مثلا. نمیدونم، نه right on cue bubbling to the surface from untold depths the horrors come. This time he mounts a silent vow. نه خیلی خوشم نمیاد واقعا، حس نمیکنم باز جالبی باشه. یعنی باز چون اصلا ویوی که لانچ تریلرش تا آی جی هم گرفته، البته 9 سال پیشه بچه ها، یا بلفصل، ولی خیلی به نظرم جالب نبود. بریم سراغ بازی بعدی. بازی بعدی بازی بکبون، اسمش اگر اشتباه نخونم. ما یه راکن کارگاهیم که نمیدونم چی به چیه. بریم تریلر رو ببینیم و مثل اینکه خیلی بازی چیزی نیست، مثلا پرطرفداری نیست اینه، اما یه سری مثلا آدم ها از اینجور بازی سبکا خوششون میاد. با هم بریم تریلرشو ببینیم، بریم نظر من چه. من نمیدونم واقعا عکسش که با مزه است. حالا بریم خود تریلر چطوریه. خب یه بازی پیکسلی دیگه، دنی از اینجور بازی خوشش میاد، منم بازی پیکسل. واو به این موزیک یک لحظه. کپی رایت هم که ندارد و حاجی چقدر فضا سازیشو دوست دارم، حیوانن همشون. خیلی فضا سازیش خوشگله واقعا. امیدوارم یه بازی بامزه باشه بشینم بازی کنم. وای نه، اصلا دیالوگ انتخاب کردن این شکلی دوست ندارم. همه هم داری کتک میخوری، دو نفر رو بزن. ببین گرافیک و آرت بازی رو خیلی دوست داشتم، اما متاسفانه چون فکر میکنم ما هم دتکتیویم، کاراگاهیم، همش دیالوگ انتخاب کردن و اینا، خیلی نیستم اینجور بازی ها رو، ولی آرتش فوق‌العاده بود. من عاشق آرتای پیکسلی هم. بازی بعدی بسمستر فیشینگ 2022 دیوان، یه بازی ماهیگیری باید باشه دیگه، فیشینگ از اسمش معلومه. بازی بعدی نانگانز اگر اشتباه نکنم 28 اکتبر میاد. یه بازیه که نمره های متوسطی گرفته اینه و بدم نیست، یه ذره جذاب به نظر میرسه. بریم با هم گیم پلی رو تماشا بکنیم ببینیم چه خبره. او آرت بازی، آرت به خصوص خودشو داره دیگه. کله بیا کله را فراخ گانو یا بلفز.
خیلی بامزه است. یازه ایوا این شد. گول خوردیم بچه ها، بد نیست این بازیه که همیشه موزیکش هم با حالا بدم نیست همچی ها. یه بازی تفننی کاملا که بشینی پلیش بدی بدم نیست، ولی خب بازی معمولی کاملا معمولی. بازی بعدی فارگاتن سیتیه که به نظر من بازی جذابیه این بازیه، و با هم بریم تریلرش رو ببینیم، حس میکنم بازی باحالی باشه. اوکی، من عاشق بازی تاریخی هم واقعا، یعنی بازی که توی دنیای قدیم هن باستان هن خیلی دوستشون دارم. Forget what I have done. Forgive me if you please. Save me if you can. The time for me has come. Let me be the one that got away. Forgot this. چرا؟ و بقیه خیلی بی توجه هن. چرا؟ این یارو هم پیششون رد میشه اگه دقت کنه. آه ایوان، ما یه کاوشگریم فکر کنم. چه آهنگی باحالی داره. میشه چیز بیشتری نشون بری تو رو خدا؟ من حس میکنم خیلی بازی باحالی باید باشه. چه باحاله این بوده شده اون. وا تو رو خدا بیشتر نشون بده. چرا نه، چرا نه. اینم از بازیای این سری ایکس باکس به نظرم، خب قطعا از سری قبلی خیلی بهتر بود معرفیش، مثلا شاید 7 از 10 حقش بود واقعا. این 7 از 10 6 7 از 10 تقریبا نمره معمولیه، ولی خوب بود، یه تعداد بازیش خوب بود، واقعا ارزش بازی داشت. این آخری هم قطعا خودم بازیش میکنم، احتمالا ویدیوش هم بذارم براتون. اولین بازی The Into the Pit بود فکر کنم، اونم احتمالا بذارم. Dragon Balls هم شاید بذارم براتون و همین دیگه. آره این سه تا رو احتمالاً براتون گیم پلیش رو بذارم که برید و عشق کنید و حمایت کنید. شما نمرتون چی؟ اگر تا اینجا ویدیو دیدید بهم بگید از 1 تا 10 چند میرید به ایکس باکس با این حال بازیایی که این سری اضافه کرد. از ماه قبل واقعا بهتر بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه ویدیو. لایک کامنت ساب یادتون نره. دو تا ویدیو هم بهتون پیشنهاد میدم دوست داشتید ببینید. فعلا.